تو این ویدیو میخوایم راجع به کالر، سواچز و استایل ها صحبت بکنیم. قبل از هر چیز من یه سند میسازم یا یک تصویر رو لود میکنم هیچ فرقی نمیکنه و توسط ابزار تکس متنی رو مینویسم. من میتونم رنگ این متن رو به این صورت تغییر بدم و یا اینکه سلگ بکنم از بخش تنظیمات خود اون ابزار استفاده بکنم و تغییر بدم و یا اینکه وقتی سلکت میکنم از بخش کالر بیام رنگ مورد نظرم رو انتخاب بکنم تا اعمال بشه هیچ فرقی نمیکنه کار خاصی انجام نمیده کالر فقط همون کالره هیچ چیز دیگه ای نیستش من فقط چند تا حالت دیگه نحوه نمایش کالر رو بهتون نشون میدم ببینید این حالت هیو کیوبه ما برایتنس کیوب هم داریم هیچ فرقی نمیکنه من رنگ مثلا اینطور انتخاب کنم اگه متن رو انتخاب بکنم و رنگم رو اینطوری سلکت بکنم میتونم اینطوری رنگ رو اعمال بکنم رنگ ها ثابت هستن دستگاه ها فرق میکنن نحوه نمایشش متفاوته گری اسکیل که خب طیف سریع کاری بهش نداریم، ار جی اسلاید که معمولا ممکنه اگر شما از ورژن قدیمی استفاده بکنید فتوشاپ بر اساس ار بی رد گرین بلو هست و اون رنگ رو میتونید تغییرش بدید هیچ فرقی نمیکنه این کد RGB باعث ساخته این رنگ میشه که اگر من بیام هیو Saturation برایتنس رو انتخاب بکنم کدش متفاوته ولی همون رنگ رو من میبینم و حالت های مختلف دیگه که برای نمایش داره کلوز و کلوز تب چیکار میکنه اگر من کلوز رو بزنم فقط کالر بسته میشه مجدد برمیگردم ولی اگر من میام کلوز تب گروپ رو بزنم به همراه اون سوچز هر دو, دو تا تب بسته میشه من برشون میگردم سوچز دقیقا همین کار کالر رو انجام میده یعنی شما محدوده مورد نظرتون یا متنتون هر چیزی هست رو انتخاب میکنید رو سواچز میرید و رنگ مورد نظرتون رو اساین میکنید و الساق میشه به عنوان مثال این رنگ باز هم فرقی نداره شما میخواید از چه رنگی و از کدوم دستگاه استفاده بکنید تا رنگ رو تغییر بدید حالا ما حالتی رو داریم که از طرحهای گرافیکی استفاده کنیم تا رنگ اون محدوده مورد نظرمون مشخص بشه که استایل‌ها هستن سلکت میکنم اون محدوده یا متن مورد نظرم رو یکی این استایل ها رو کافی من انتخاب بکنم و اون متن من تبدیل به اون تم گرافیکی میشه به عنوان مثال این حالت این حالت و حالت مختلفی که ما میتونیم اونها رو لود بکنیم ما چجوری میتونیم استایل ها رو لود بکنیم استایل ها مثل براش ها هستن شما کافی تو اینترنت سرچ بکنید اونها رو دانلود بکنید و از این بخش سمت راست لود بکنید استایل هایی که دانلود کردید رو اینجا را من یه توضیح بهتون میدم نیو استایل خودم یعنی یک استایل جدید رو میخوام بسازم که بعدا میتونم اون استایل رو هم سیو بکنم و یا اینکه ریپلیس بکنم یعنی جایگزین اون استایل قبلی بکنم ریسید یعنی هر تغییری توی استایل ها دادم رو برگردونم حالت اولیش این نحوه نمایش این استایل ها هستش مثلا فقط متنشون رو به من نمایش بده وقتی تعدادشون زیاد باشه ممکنه سخت باشه پیدا کردنش بخوادم از روی متن شاید راحت تر باشید اسم، اسمال تامنیل که حالت دیفالتشه پیشورز لارج تامنیل که آیکن بزرگتر و کاملا مشخصه دیگه اسمال لیست آیکون و تکست به صورت کوچکتر و لارج به صورت بزرگتر هستن هر کدوم که شما راحت ترید میتونید از اون استفاده بکنید پریست منیجر یعنی اینکه یه کدوم رو حذف بکنید یه چیزی رو اضافه بکنید گروپ بکنید و لود بکنید رو کلا مدیریت استایلا هستش و اینجا هم چند تا دسته بندی مختلف داره که خود شرکت ادوبی قرار داده به عنوان مثال ابسترکت رو من میزنم اینجا میان اضافه میشم مثلا از این تم گرافیکی یا حالا تکس افکت رو من میزنم از این حالت استفاده بشه شما مثلا میتونید متنتون رو به صورت صفحات فلزی باشه تاگ میشه اگه دقت کرده باشی از این طرها زیاد استفاده میشه یا حالا حالت انکبوتی و یا هر چیز دیگه که شما توی اینترنت میتونید بگردید پیدا بکنید اگر خوشتون اومد میتونید تست بکنید و اون رو به کار ببرید پس اینا هم دسته مختلف هستن و کلوز و کلوز تب که مشترک بین همشون این تنظیمات رو متناسب با اینکه توی کدوم تب و لایه قرار دارید متفاوته ولی بعضیش مشترکه مثلا اگه من توی لایرز بیام کلوز و کلوز تب گروپ رو دارم ولی مابقی بقیه مربوط به لایه هستش به عنوان مثال نیو لایر یعنی اگه من بزنم دقیقه مشابه این گزینه عمل میکنه با این تفاوت که قبل از اینکه اعمال بشه اینجا ازم میپرسه اسمش چی باشه یا مثلا رنگش چه جوری باشه این رنگی که این بخش قرار میگه و با چه مودی باشه مثلا مود مالتیپلای اوپاسیتی چقدر باشه مثلا این مقدار مگه اوکی بکنم با اوپاسیتی همون مقداری که انتخاب کردم و اون مود و اون رنگ و این نام این لایه ایجاد شدش کپی CSS مربوط به کپی کد های برنامه نویسی تحت وب هستش که CSS هستند چون با فتوشاپ ما میتونیم طراحی وب رو هم انجام بدیم مربوط به کپی برداری از اون کد هستش داپلیکیت مشخص تکثیر میکنه اون لایه رو انگار همین کاری که ما انجام میدادیم داپلیکیت انجام میدادیم دیلت مشخصه و اگر لایه هایی رو ما هیدن کرده باشیم میتونیم اونها رو دلیت بکنیم New group نیو گروپ فرام لایرز نیو گروپ که مشخصه یک اسم با چه حالتی باشه باز هم گروپ عادیه با این تفاوت که الان توی گروپ هیچ چیزی وجود نداره ولی اگر من نیو گروپ فرام لایرز رو بزنم هر چیزی داخل زیر این لایه گروپ بود داخل اون میره لاک all لایرز این گروپ مشخصه قفل میکنه تمامی لایه های داخل گروپ و Convert کامورت تو سمارت آبجکت هم که قبلا من توضیح دادم تبدیلش میکنه به حالتی که حالا میتونه تکس باشه عکس باشه هر چیزی میتونه باشه اون قابلیت اولیش رو حفظ میکنه که هر تغییری ما داخل اون لایه و یا لایه های مربوط به اون سمارت آبجکت دادیم ماهیت عکس ثابت بمونه و قابلیت ادیت مجدد داشته باشه یعنی مجدد ما بتونیم اونها رو ویرایش بکنید که بعدا راجع به اسمارت آبجکت مفصل توضیح میدم قبلا هم بهش یه اشاره داشتم ادیت کانتنت یعنی همون ویرایش کردن یا ادیت کردن محتویات داخل اون لایه اگر دقت کنید این تب تبدیل کردم این لایه رو به اسمارت آبجکت داخلش هیچ چیزی نبود و وقتی من ادیتش خواستم بکنم همون لایه رو بر من آورد همون لایه هیچی رو بر من آورد که بتونم تغییر رو بدم و وقتی ببندمش اینجا میبینم اون تغییر اعمال شده ولی در اصل ماهیت خود عکس هیچ تغییری نمیکنه بلندینگ آپشن ها رو که قبلا توضیح دادم میتونیم از این طریق بیاریم یا از این طریق مستقیم بیاریم و یا از این گزینه بیاریمش یا دوبار کلیک بکنید توی منطقه خالی بر هیچ فرقی نمیکنه بلنینگ آپشن رو میدونید ادیت اجاسمنت رو میدونید اجاسمنت ها رو ما میتونیم ویرایش بکنیم الان من ندارم انتخاب نکردم به خاطر این خاموشه کرییت کلیپینگ ماسک چیه یعنی فقط اون لایه تاثیر بذاره روی لایه زیرش به عنوان مثال قبلا توضیح دادیم که اینجا حالا من عکس رو ندارم که نشونتون بدم ولی مثلا اجاسمنت رو من بیارم فرض بکنید لول رو که انتخاب بکنم من دارم این اجاسمنت رو میگم روی این لایه تاثیر بذاره و وقتی که دکمه آلت رو بگیرم یه همچین علامتی ظاهر میشه به این معنی که کلیپینگ ماسک یعنی فقط روی این لایه تاثیر بذاره و اگر لایه های دیگه باشه اینجا چند تا عکس دیگه باشه روی اون تاثیر نمیذاره این کلیپینگ ماسک رو قبلا فکر کنم توضیح دادم و دیدید لینک لایرز که مشخصه لایه ها رو با هم لینک میکنه سلکت هم که مشخصه یعنی همه اینا دقیقا اسمشون مشخصه و دقیقا عملکردشون هم ثابته متناسب با همون اسمشو یعنی لایه‌ای که ما لینک کردیم رو سلکت بکنه با یک کلیک ما اینجا چیزی رو با هم لینک نکردیم ولی میتونیم لایه‌ای رو انتخاب بکنیم و لینکشون بکنیم و توی اون شلوغی با به کمک این گزینه خیلی راحت‌تر میتونیم لینک بکنیم آن لینک هم که الان من لینک کردم آن لینکش میکنم کاملا واضحه مرج و فلاتن یعنی اینکه به کمک این گزینه ما میتونیم تصاویر رو و لایه ها رو روی هم مرج بکنیم که کنترل ای زیاد ازش استفاده میشه مرج ویزیبل ممکنه شما یه سری لایه ها هیدن باشن یه سری یه سری از لایه ها ویزیبل باشن یعنی قابل مشاهده باشن آن هیدن باشن این مرج ویزیبل میکنه یعنی هیدن ها رو کاری نداره اونایی که لایه که دارن دیده میشن به اون مثال من اینجا یه لایه دیگه بیارم اینو من هیدن میکنم. فقط اونایی که ویزیبل هستن رو مرج میکنه کنترل ای هم که مثلا این دوتا رو من سلیک میکنم اگر کنترل بگیرم ای رو بزنم و یه اینکه از این طریق عمل بکنم این دوتا لایه تبدیل به یک لایه میشه و فلتن هم که میچسبونه همه لایه ها رو به کف که بگراند ما معمولا هستش و دیگه لایه ای الان من اونجا ندارم باعث میشه فایل خیلی سبکتر بشه ولی بعدیش اینه که دیگه دسترسی من به این لایه ها ندارم و نمیتونم تغییرش بدم الان با کنترل زد برگردوندم اون هم که توضیح دادم چیز خاصی نیستش در خصوص این تب ها شما مثلا توی چنل برید اگه اینجا بیاید میبینید دیگه تغییر کرده یه سری آپشن مشترک است، مثلا آپشن رو من میگم بزرگ بکن اینها رو برای من بزرگتر میکنه ولی داخل هر تبی که شما برید مربوط به نیو پث کم کاری که ما اینجا انجام میده گزینه مربوط به اون تب وجود داره به عنوان مثلا مگه برم Brightness لول کرز و همون چیزها رو دارم ولی اگه توی استایل برم گزینه های دیگه ای دارم که مربوط به استایل یه جوره آپشن یا پنجره تنظیمات مربوط به همون تب هست که ما انتخاب میکنیم